که رضای توست آن راه مرا رانی، هر راه که نمیخواهی از آن تو بگردانی. من بنده فرمانم هر حکم که فرمایی، پرواز تو میسازم هر جا که تو میخواهی. هر جا که صدای توست آن باغ و گلستان است، گل دسته زیبایم ای یار تو میدانی. مقصود مرا آمد بر کف چو به دل خواهم، قانع به رضایم من هر گونه تو میدانی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خواهران و برادران عزیز، بینندگان محترم، سلام و یا علی مدد. من ساناز عبداللهی هستم و خوشحالم که شما را در ششمین برنامه فارسی با هم از تلویزیون اسماعیلی همراهی می کنم. امیدوارم از هر گوشه دنیا که به تماشای این برنامه نشسته اید در کنار خانواده هایتان سالم و تندرست باشید. در هفته های گذشته ما دو عید بزرگ و مهم را پشت سر گذاشتیم. نخست عید قربان و سپس عید قدیر. عید قربان یا عید اضحی که یادآور مهرورزی، ایثار و قربانی حضرت ابراهیم علیه السلام بود. تسلیم و ایثار حضرت ابراهیم چنان نزد پروردگار عزیز بود که حضرت محمد مأمور به ادای سالانه مناسک جشنی برای بزرگداشت آن شد. 14 قرن است که مسلمانان سراسر جهان این عید اضحی را با شور و شوق بزرگ می‌دانند. روشن‌ترین و صریح‌ترین معنای قربانی در قرآن همانا تسلیم در برابر اراده الهی است. در خود قرآن کریم آمده است که خداوند به کسانی که تسلیم اراده او هستند پاداش می‌دهد. عید اضحی مجالی را برای ما فراهم می‌کند که از طریق تسلیم در برابر اراده الهی به خداوند تقرب جوییم. و این اراده الهی از طریق فرزندان حضرت ابراهیم و به طور مشخص حضرت محمد و برای مسلمانان شیعه از طریق اهل بیت او آشکار می شود. برای شیعیان اسماعیلی ارشاد و راهنمایی امام زمان است که الهام بخش تسلیم در برابر اراده الهی است. قربانی عید معانی مختلفی دارد. بسیاری از مسلمانان این قربانی را فراتر از قربانی کردن مناسکی حیوانات می‌دانند و قربانی را شامل نظرات دیگر از جمله هدیه کردن وقت و دانش خود و در خدمت هدفی ارزنده و شریف می‌دانند. از این منظر عید قربان مجالی است که ما را تشویق به ادای تکلیف اخلاقی خدمت به نیازمندان و دستگیری از آنان می‌کند. روحیه ایثار و از خودگذشتگی برای یاری به دیگران یکی از ویژگی‌های متمایز تاریخ و ماهیت جماعت ما بوده است. از سال 1957 مولانا حاضر امام زندگی خود را وقف تقویت کیفیت زندگی جماعت و کسانی کرده است که در میانشان زندگی می‌کنیم. حاضر امام در سخنرانی در ملاقات جشن زرینشان در ماداگاسکار در نوامبر 2007 می‌فرمایند: وظیفه ما رهانیدن مردم از فقر و تهیدستی است و برای من تهیدستی یعنی سرپناه نداشتن، یعنی محافظت نداشتن، یعنی دسترسی نداشتن به مراقبت بهداشتی، آموزش یا اعتبار و نداشتن امیدی برای در اختیار گرفتن سرنوشت خود. این یعنی محکوم کردن فرزندان و نوه‌های خود به شرایط زندگی غیر قابل قبول. چنان که مولانا حاضر امام خود را وقف ریشه‌کن کردن تهیدستی کرده است، برای ما نیز فرصتی منحصر به فرد وجود دارد که از بینش و خواسته او حمایت کرده و در آن ادای سهم کنیم. بخشندگی و سخاوت در زمانه تردید مهمتر نیز می شود. در حال حاضر بشریت گرفتار مرحله‌ای هستند که فناپذیری ما را به یاد می آورد. بسا کسانی که عزیزانشان و معیشتشان را به خاطر وضعیت اضطراری بهداشت از دست دادند. بسیار کسانی دیگر هم به شیوه های دیگر گرفتار مشکلات شدند. در این روزگار دشوار هر گونه حمایتی که از هر هم نوع خود بکنیم سهمی مهم در به ارمغان آوردن صلح و آسایش در زندگی آنها خواهیم داشت. می توانیم کسی را برای معاینه پزشکی همراهی کنیم یا داوطلب کمک به دانش آموزی شویم که در انجام کار مدرسه‌اش مشکل دارد، یا می توانیم مشورت حرفه‌ای به جوانان بدهیم.
وقف وقت و دانش و منابع من به مصابه قربانی و قصد تقرب می تواند اثر دیرپا و مثبتی در زندگی کسانی بگذارد که به اندازه ما خوش اقبال نیستند و نیازمند یاری هستند. به جا و سزاوار است که از سرمشق کارکنان خدمات بهداشتی اطراف جهان پیروی کنیم که دلیرانه به مسافه همه‌گیری ویروس کرونا در جهان رفتند تا زندگی‌های بیماران بیشمار کووید 19 را نجات بدهند و با این کار سلامت خود را به خطر می‌اندازند. از خودگذشتگی و ایثار آنها سال‌های سال در خاطر ما خواهد ماند. به خاطر تلاش‌های آنهاست که به زودی زود امید داریم که بتوانیم بگوییم بشریت از این بیماری نجات یافته است. در جماعت ما نیز داوطلبان بسیاری که وقتشان را صرف فعالیت‌های کمک رسانی کرده اند، کسانی که کمک مالی رساندند و آنها که برنامه‌های مختلف ادامه آموزش را به شیوه‌های متفاوت پشتیبانی کرده اند، نشان دادند که توانمندی ما در گرو اتحاد، همبستگی و همکاری با مؤسسات جماعتی و شبکه توسعه آقاخان است. شما را به دیدن اولین بخش برنامه دعوت می‌کنم. منم غلام علی، هزاران جان گرامی فدای نام علی. هر کس به مقام علی نمی منم مرید علی، در پیش چشم از خود و بیگانم ذلیل، بی قدر و بی وقار شدم یا سخی مدد، یا علی مدد، بی یار و بی دیار شدم یا علی مدد، من از وطن فرار شدم یا علی مدد، من از وطن فرار شدم یا علی مدد. امیر المؤمنین حیدر بود کمر می بست چه خوش می گفت، منم مولای درویشان، منم مولای درویشان، منم مولای درویشان، افتادم برای خدا دست من بگیر، افتادم برای خدا دست من بگیر، بیمار و زرد و زار شدم یا علی مدد، من از وطن فرار شدم یا علی، بی یار و بی دیار شدم یا علی مدد، من از وطن فرار شدم یا علی مدد، من از وطن فرار شدم یا علی مدد. Ni za 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 ni re 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 ni re 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 ni ga ga ga.
که گذشت شیعیان و ارادتمندان مولا علی علیه السلام عید قدیر، عید ولایت و امامت را بزرگ داشتند. معید فدین شیرازی در خطبه در مورد روز قدیر و بزرگداشت ولایت علی علیه السلام چنین می‌فرماید: ای مؤمنان، انشاءالله از رحمت این روز نهایت بهره را ببرید. در این روز بود که خداوند بالاترین الطاف و نعمتهای خود را به ما عطا کرد. روزی که فرمان بزرگی از جانب خداوند صادر شد که نقطه پایان یافتن وحی الهی است. در این روز بود که همه چیز روشن شد و با آیه امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام کردم و دین اسلام را بر شما پسندیدم، راه برای جویندگان حقیقت هموار شد. زمانی که آیه 67 سوره مائده بر پیامبر نازل شد، هیچ تردیدی برای او باقی نگذاشت که باید این پیام مهم را به مسلمانان ابلاغ کند. خداوند به حضرت محمد فرمود: ای پیامبر، آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان، و اگر چنین نکنی رسالت او را نگذارده ای و خداوند تو را از آسیب مردمان حفظ می کند. تمامی مذاهب اسلام بر این باور هستند که پیامبر در هیچ زمان و در هیچ حالتی از ابلاغ وحی الهی به مریدانش کوتاهی نکرد، اما همواره مسئله ولایت او را نگران می کرد. افرادی اطراف پیامبر بودند که آتش نفرت و حسادتشان پیامبر را از ابلاغ این مهم به آنها باز می داشت. نزول این آیه شبهات را برطرف نمود و پیامبر در قدیر خم فرمان مربوط به ولایت، بیعت با امام علی و امامان از نسل وی را به مسلمانان ابلاغ کرد. این آیه با تأکید بر اهمیت ابلاغ پیام به ما ثابت می کند که ایمان و اعتقاد به ولایت سنگ بنای مذهب ماست. همچنین اعتقاد به امامان از نسل پیامبر به اندازه اعتقاد به ولایت پیامبر در زمان حیاتش بخشی از مذهب ماست. پشوانه این اعتقاد صحبت پیامبر در قدیر خم است که مسلمانان را خطاب قرار می دهد و از آنها می پرسد: آیا من به شما از خودتان اولا و سزاوارتر نیستم؟ و همگان پاسخ دادند: بله. و پیامبر دست حضرت علی علیه السلام را بالا برد و فرمود: من کنت مولا فعلی مولا، هر که من مولای اویم پس علی مولای اوست. ولایت به معنای اختیار است و اصطلاح ولایت با واژه مولا که ستون اصلی اسلام شیعی است ارتباط دارد. در سنت شیعه ولایت به جایگاه خاصی که به حضرت علی علیه السلام به عنوان ولی امر الهی مؤمنان اعطا شده است اشاره می کند. در همین راستا سخنان مولانا حاضر امام را که در پارلمان کانادا در مورد مقام امامت اسماعیلی ایراد فرمودند می شنویم. The role of the Ismaili Imam is a spiritual one. His authority is that of religious interpretation. It is not a political role. I do not govern any land. At the same time, Islam believes fundamentally that the spiritual and material worlds are inextricably connected. Faith does not remove Muslims or their imams from daily practical matters in family life, in business, in community affairs. Faith, rather, is a force that should deepen our concern for our worldly habitat, for embracing its challenges, and for improving the quality of human life. اعتقاد به نهاد امامت نشان دهنده نیاز دائمی به هدایت الهی امام است. در اعتقاد شیعه این امامان هستند که اصل و سرچشمه حقیقی علم معنوی هستند و این علم امکان تعویل پیام قرآن را برای امامان در هر عصر و بستری محقق می‌سازد. در بند ششم دیباچه اساسنامه اسماعیلی نیز به هدف والای تعلیم امام چنین اشاره شده است که تعالیم امام روشنگر راه مریدان در رسیدن به روشنبینی و بینش معنوی است. در امور دنیوی امام مریدان را راهنمایی می‌کند و به آنها انگیزه می‌دهد تا ظرفیت بالقوه خود را توسعه دهند.
از شما دعوت میکنم قسمت بعدی برنامه رو ببینید. دانیم شبکه توسعه آگاهان گروهی از سازمان‌های غیر مذهبی، بین المللی و خصوصی است که در جهت بهبود فرصت‌ها و ارتقای شرایط زندگی مردم در مناطقی از جهان که در حال توسعه هستند فعالیت می‌کند. سازمان‌های شبکه تعهدات منحصر به فردی از بهداشت و آموزش پرورش گرفته تا معماری، توسعه روستایی و ترویج سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند. این سازمان‌ها در راستای هدفی مشترک، یعنی پایه‌ریزی مؤسسات و برنامه‌هایی که به طور مستمر پاسخگوی چالش‌های تغییرات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باشند، همکاری می‌کنند. در این بخش برنامه، گزیده‌ای از مصاحبه دکتر محمود ایبورو که سال گذشته با تلویزیون اسماعیلی در مورد شبکه توسعه آقاخان انجام دادند، می‌شنویم. این مصاحبه به زبان انگلیسی انجام شده و برای این برنامه به فارسی برگردونده شده است. دکتر ایبور نماینده نهاد امامت و شبکه توسعه آقاخان در کانادا هستند. ایشان همچنین به مدت 10 سال رئیس شورای بین المللی رهبران جماعت LIF بوده و قبل از آن نیز به مدت 23 سال ریاست انجمنهای جماعتی را در کشورهای مختلفی از جمله آمریکا، استرالیا و نیوزلند بر عهده داشتند. شما را به دیدن این بخش برنامه دعوت می‌کنم. آقای دکتر ایبو، بسیار سپاسگزارم از شما که امروز وقتتان را به ما دادید و باعث افتخار من است که امروز با شما صحبت میکنم. بگذارید سوال اول را از اینجا شروع کنم. مولانا حاضر امام اغلب نقش خود را هم در حوزه دین و هم در حوزه دنیا معرفی میکند. چرا این موضوع اهمیت دارد و مهم است که دیگران این نقش را درک کنند؟ به عقیده من تعریف مفهوم دین و دنیا چالش بسیار بزرگی است. در دین اسلام، دین از دنیا تفکیک نشده است. در واقع، اعمال روزانه ما تجلی ایمان و اعتقادات ما هستند. و به همین دلیل، مولانا حاضر امام درباره اخلاق بیشتر از خداشناسی صحبت می کند. طرز رفتار، کردار و منش ما بیانگر ایمان ماست و نمیتوانیم آنها را از هم تفکیک کنیم. اغلب این سوال پرسیده میشود که مردم آقاخان را چگونه میبینند؟ آیا او یک تاجر است؟ یک انسان خیرخواه است؟ آیا صاحب اسبهای مسابقه است؟ و یا یک سلبریتی است؟ او ممکن است همه این کارها را انجام دهد، ولی اینها در واقع هیچ کدام مهم نیستند، بلکه اساساً محصولی از نقش امام یک جامعه مسلمان شیعه اسماعیلی هستند و این نقش مسئولیت‌های خاصی دارد. این مسئولیت و نقش از طریق ابزارهایی که امامت ایجاد کرده است به عمل می آید. امروز ما آنها را به اسم شبکه توسعه آقاخان می شناسیم. پس این شبکه تلاش معاصر امامت اسماعیلی برای تحقق وجدان اجتماعی اسلام از طریق اقدامات مؤسساتی است و این تعادل بین دین و دنیا را
توضیح می دهد. در این دوران که اخبار و اطلاعات نادرست ما رو فرا گرفته و با توجه به اینکه در دوران همه‌گیری بیماری کرونا هستیم، توصیه شما به جماعت چیست؟ اولین چیزی که می توانم به جماعت بگویم این است که مولانا حاضر امام بسیار صریح به رهبران جماعتی و خود جماعت مستقیما گفته اند که ما باید بهترین مقررات علمی و پزشکی را رعایت کنیم. و در مورد خطرات ناشی از عدم انجام این کار نباید ابهامی در ذهن جماعت وجود داشته باشد. در مورد کرونا نظرهای مختلفی وجود دارد. مثلا اینکه این بیماری آنفولانزا است و جدی نیست. این گونه نظرات در کشورهای مختلفی شنیده می شود. ولی ما باید واضح و صریح برخورد کنیم. امام ما فرموده اند که این بیماری خطرناک است و می تواند باعث مرگ تعداد قابل توجهی از مردم شود. و ما باید همه تلاش خود را انجام دهیم تا ایمن باشیم و همچنین مسئولیت خود را نسبت به خود و دیگران بدانیم. فکر می کنم رؤسای انجمنهای کشوری نیز چندین مرتبه در این باره صحبت کرده اند. توصیه مهم من به جماعت این است که آگاه و مراقب باشند و از توصیه های پزشکی پیروی کنند. به نظر شما اعضای جماعت چگونه می توانند در تحقق دیدگاه های مولانا حاضر امام به عنوان نمایندگان جماعت نقش ایفا کنند؟ این سوال خوبی است و سوالی است که من بارها با آن روبرو شده ام. نه تنها از طرف جماعت، بلکه از افراد دیگری که به جماعت نگاه می کنند و می بینند که ما چگونه رفتار می کنیم، به چه باور داریم و چگونه آن را بیان می کنیم. به نظر من، اولین چیزی که جماعت باید بدانند، این است که همه ما توانایی این را داریم که از طریق رفتار و سخن خود به دین خود عمل کنیم. این یک وظیفه مؤسساتی نیست. چیزی نیست که رئیس انجمن یا نماینده شبکه توسعه آقاخان به آن رسیدگی کند. به عنوان عضوی از جماعت، آنچه شما انجام می دهید و نحوه گفتار و کردار شما کاملا نشان دهنده اخلاق و ارزش هایتان است. این لازم نیست پیچیده باشد. می تواند یک عمل ساده باشد، مانند کمک کردن به کسی یا چیزی که باعث می شود کسی از شما تشکری کند و به شما متفاوت نگاه کند و از این طریق شما برداشت یک شخص از خودتان را تغییر می دهید. پس فکر می کنم که سفیر بودن از این نظر مسئولیت هر یک از ماست که در نگرش، تعامل، ارزش‌ها و اخلاق خود دین اسلام را انعکاس دهیم. این اولین چیزی است که باید به آن توجه داشته باشیم. دوم، اینکه جماعت باید بدانند که هدف امام از چیزی که در طول این 64 سال ساخته است چیست. او میراث سلطان محمد شاه و میراث 1400 سال اسلام را ادامه می‌دهد. فعالیت امامت در زمان حاضر چیز جدیدی نیست، بلکه تأکید بر آموزش، سلامتی، احترام به جوامع دیگر، تنوع و کثرت‌گرایی جزئی از میراث 1400 ساله است. حتی آیه‌ای که حاضر امام برای نشان جشن الماس انتخاب کرده بود، آیه ای از قرآن در مورد یگانگی بشریت و همچنین تنوع و کثرت‌گرایی بود. برای جماعت مهم است که هدف فعالیت‌های هر بخش AKDN را بدانند. به همه آنها بسیار دقیق فکر شده است. همه آنها طبق اخلاق و ارزش‌های اساسی ما بنا نهاده شده اند. به طور مثال، ارزش تحصیل و مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست. وقتی به شبکه توسعه آقاخان فکر می کنید، بدانید که این تلاش امامت اسماعیلی برای تحقق بخشیدن به وجدان اجتماعی اسلام از طریق اقدامات مؤسساتی است. این شبکه ابزاری است که امام از طریق آن به اخلاق دینی و مأموریت خود عمل می کند.
بنابراین ضروری است که دلایل حاضر امام را برای ساختن یک ساختمان یا کارخانه یا بیمارستان درک کنید و بتوانید آن را بیان کنید. در سال 1392 وقتی که مولانا حاضر امام در پارلمان کانادا سخنرانی کردند، لحظاتی افتخارآفرین برای همه ما بود. به نظر شما این سخنرانی از چه جنبه‌های اهمیت داشت؟ خب من فکر می‌کنم اول از همه آنچه که اهمیت دارد این است که دولت کانادا و شخص نخست وزیر یک رهبر مسلمان را دعوت می‌کند که در پارلمان کانادا برای همه سخنرانی کند. این به خودی خود یک امتیاز بزرگ است، زیرا دیدگاه کانادا را به امامت اسماعیلی و امام زمان نشان می‌دهد. افراد بسیار کمی غیر از سران کشورها در پارلمان کانادا سخنرانی نمودند. و فکر می‌کنم برای کانادا دعوت از حاضر امام برای سخنرانی در آن وقت همزمان با مذاکره توافقنامه همکاری میان کانادا و نهاد امامت بود. و برای کانادا به این معنی بود که بتواند این شخصیت را از طریق سخنرانی در پارلمان نشان دهد و بگوید که این شخصیتی است که ما احترام زیادی به ارزش‌ها و اخلاقیات او داریم و آنچه که او می‌تواند به کانادا به ارمغان بیاورد و آنچه که ما با هم می‌توانیم انجام دهیم. و این سخنرانی فرصتی بود برای حاضر امام که بگوید که او کیست. حاضر امام سخنرانی پارلمانی خود را با ذکر اصالت تاریخی خود آغاز کرد. امام با گفتن این که من از اولاد پیامبر از طریق ذریه حضرت علی علیه السلام هستم آغاز نمود. او بی‌محابا اظهار داشت که من که هستم و این به این معناست که چه چیزی برای من و همچنین برای جامعه یا جماعت من اهمیت دارد. و امیدواریم که ما و کانادا با هم کانادا را به کشور حتی بهتر و ثروتمندتر از آنچه که امروز هست تبدیل نماییم. از نظر من هدف در این نکته نهفته بود. من هر دو سخنرانی پارلمانی پرتغال و کانادا را برای هر سفیری که ملاقات می کردم به عنوان مرجع در اختیارشان می گذاشتم تا اگر می خواستند بدانند که چرا این دفتر دیپلماتیک اینجاست، این دو سخنرانی را گوش کنند. من فکر می کنم این سخنرانی قدرتمندی است که ما باید بیشتر آن را استفاده کنیم. این بیانیه امام زمان است به کانادا و به دولت کانادا. و من فکر می کنم که ما باید این سخنرانی ها را در هر فرصتی استفاده کنیم. و شما درست می گویید، لحظات افتخارآفرین بزرگی نه تنها برای جماعت کانادا، بلکه برای جماعت جهانی بود. در مورد اهمیت تأسیس مسند امامت در کشور پرتغال توضیح دهید و اینکه چگونه این عمل اتفاق افتاد. حاضر امام پرتغال را کشور فرصت‌ها می‌داند. جماعت در دهه 70 در لورینزو مارکس مستقر شدند و وقتی استقلال یافت و موزامبیک شد، جماعت به پرتغال نقل مکان کردند. مسلماً پرتغال در کنار سایر کشورهای جهان است که حاضر امام آن را کشور دارای فرصت می‌داند. این یک تصمیم اولیه در فکرش بود که یک مرکز اسماعیلی در لیسبون بنا کند. و همه می‌دانند که در سال 1997 افتتاح شد. اما فکر داشتن یک مرکز اسماعیلی در واقع در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بود. همگام با شروع ارتباط ما با دولت پرتغال و برنامه‌هایی که نهاد امامت با همکاری دولت پرتغال انجام می‌داد، مجموعه مناسبات و توافق‌نامه‌ها بین نهاد امامت و پرتغال باعث شد که دولت پرتغال از حاضر امام دعوت کند که دفتر مرکزی خود را در پرتغال به طور رسمی افتتاح کند. و به همین دلیل است که حاضر امام در سخنرانی خود در مورد دعوت دولت پرتغال اشاره کردند. آنها بر این باور بودند که مرکز امامت در پرتغال زمینه ای را برای نهاد امامت فراهم می کند که به شیوه دیگری در آنجا فعالیت نماید. چنان که می دانیم، برای 60 سال مقر امامت در اگلموند بود.
اما اصلاً به عنوان یک موجودیت قانونی حقوقی نبود، بلکه صرفاً محل سکونت و فعالیت امام بود. دعوت دولت پرتغال برای تأسیس مسند امامت به طور رسمی یک موجودیت قانونی حقوقی به نهاد امامت می‌بخشد که نهاد امامت را قادر می‌سازد کارهایی را انجام دهد که قبلاً نمی‌توانست. و این مهم از طریق پارلمان صورت گرفت. من به همکارانم در پرتغال و رهبران جماعتی این موفقیت را تبریک می‌گویم که منجر به تصمیم متفق القول پارلمان در ایجاد مسند امامت شد و در سال 2015 توسط رئیس جمهور پرتغال به امضا رسید. و همانطور که حاضر امام می‌فرماید، این یک واقعه مهم در تاریخ 1400 ساله امامت بود و فکر می‌کنم که ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را به نهاد امامت فراهم نمود تا در طول 100 سال یا 200 سال آینده به روشی کاملاً متفاوت از گذشته عمل کند. بنابراین، این اتفاق یک رویداد کاملاً حماسی در تاریخ جماعت بود. شما در طی چند دهه گذشته به امام و جماعت خدمت کرده اید. در طی این سالها مؤسسات چه راهی را پیمودند و شما آینده این مسیر را چگونه می‌بینید؟ ابتدا باید بگویم که این یک برکت عظیم بود و یک لطف و امتیاز بزرگ بود که توانستم به جماعت در طی 34 سال گذشته به نوعی خدمت کنم. اگر بخواهم به نهاد امامت نگاه کنم، در 5 دهه یا 6 دهه رشد کرده و به کمال رسیده است. در تمام این نهادهایی که امام برای ساختن آنها و ساختن ظرفیت مؤسساتی تلاش نموده است، یک عنصر وجود دارد. مهمتر از همه کیفیت است. داشتن توانایی چه در مؤسسات جماعتی برای خدمت به اعضای جماعت، به خواهران و برادران خود، چه در نهادهای شبکه توسعه آقاخان برای اداره یک مدرسه یا مرکز بهداشتی یا تجاری، مشخصه بارز برای حاضر امام کیفیت کار است. ما باید همیشه مطمئن باشیم که در هر کاری که انجام می دهیم، بهترین روش را به کار می گیریم. فکر کنم مورد دوم یقیناً در بخش سازمان‌های جماعتی است که حاضر امام تأکید بسیار بسیار زیادی بر نقش زنان در رهبری نهادهای جماعتی دارد. اگر به سال 1987 نگاه کنیم، در انجمن‌های کشوری یا ایترپ‌های آن زمان چه تعداد از زنان در دور میز حضور داشتند؟ بسیار کم بودند. اما امروز وقتی به دور میز رهبری مؤسسات نگاه می‌کنم، تعداد زنانی را که امام در پست‌های ارشد رهبری مقرر نموده است، فوق‌العاده است. و فکر می‌کنم این چیزی است که حاضر امام می‌خواهد ادامه دهد. به نظر من سومین عنصر ایجاد ظرفیت رهبرانی است که توانایی تفکر داشته باشند. امام می‌داند که مشکلات وجود دارد و به همین خاطر است که مؤسسات ساخته شده است تا مشکلات را حل کند. اما حل مشکلات به این معنا نیست که فقط آنها را به امام بگویید، بلکه آن است که راه حل شما چیست؟ چه پیشنهادی دارید که فکر می‌کنید راه حل مشکل نه فقط برای یک کشور خاص، بلکه مسئله ای در سطح جهانی باشد و آن را برطرف کند؟ بنابراین، توانایی معرفی افراد شایسته به رهبری مؤسسات سومین تغییر بزرگی است که من در سالهای اخیر آن را مشاهده کرده ام. امروز حاضر امام بر شایسته سالاری تمرکز دارد. آیا شخصی که به موقعیت رهبری پیشنهاد می شود، در مجموع توانایی و مهارت انجام وظیفه را دارد تا به جماعت کمک کند؟ بنابراین شایستگی و شایسته سالاری سومین مشخصه بارز است که من در طول 30 سال گذشته مشاهده کردم. چهارمین موردی که حاضر ما مد نظر دارد، فروتنی است که رهبران جماعت باید همیشه فروتن باشند و همیشه پاسخگو باشند. در همه مواقع به نیاز مردم توجه داشته باشند تا بتوانند به شکل صحیح به آن رسیدگی کنند.
به طور خلاصه، یک اخلاق محوری که بیان می کند چگونه باشیم و چگونه به عنوان جامعه ای با اخلاق عمل کنیم. و فکر می کنم که امام به آن خیلی ارزش و حرمت می نهد و آن را ارج می گذارد. بنابراین می بینیم که در 1987 فقط 8 انجمن کشوری وجود داشت، حالان که امروز تعداد آنها به 20 انجمن رسیده است. ما از نظر جغرافیایی توسعه یافته ایم و مؤسسات جدیدی روی کار آمده اند. توانایی رهبری این مؤسسات، خدمات داوطلبانه کارآمد، مؤثر، پاسخگو و اخلاق محور مواردی است که من در حدود 35 سال گذشته مشاهده کردم و انشاءالله فکر می کنم که همچنان متمرکز و پیشرو همان گونه که مورد نظر حاضر امام است خواهد بود. از آنجا که عده بسیاری از اعضای جوان جماعت این برنامه را می‌بینند، مایلم سوال آخر را با چشم‌اندازی به آینده از شما بپرسم. با توجه به تجربه، دانش و اندوخته‌ای که در طی دهه‌ها خدمت به دست آورده اید، اگر به دوران جوانی خود در 25 سالگی بازگردید و بخواهید آن جوان را پند و اندرز دهید، چه خواهید گفت؟ اگر به دهه 20 سالگی خودم فکر کنم، می توانم توصیه ای را که 3-4 سال پیش به دو دختر خودم که اکنون در اوایل 30 سالگیشان هستند گفته‌ام، همان توصیه را با اعضای جوان جماعت در میان بگذارم. و آن این است که اگر انشاءالله به آموزش دسترسی دارید، تحصیل کنید. و اگر ندارید، ما تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا تحصیل کنید. زیرا تحصیل یک نعمت و یک سرمایه است. و به برادران و خواهران جوانم میگویم که این یک سرمایه است که باید آن را پاس داشت. نه فقط سرمایه ای برای شما، بلکه برای خانواده شما و برای جماعت است. ما نگران مریدانی هستیم که فرصتهای آموزشی فوق‌العاده ای داشته اند تا برای خود کار کنند، ولی خودمحور و خودخواه شدند. به عبارت دیگر فقط برای منافع خود فکر می کنند. در حالی که ما نباید از آن منظر نگاه کنیم، بلکه باید گشاده دست و بخشنده باشیم و ظرفیتی را که به ما عطا شده ارتقا دهیم. وقتی با دخترانم گفتگو می کردم، همیشه در مورد این اصل بوده که شما از امتیاز تحصیل بهره‌مند بوده اید. فرصت‌های خوبی در زندگی دارید که دیگران ممکن است نداشته باشند. اما هرگز نباید فراموش کنید که آن ظرفیت مسئولیت را به همراه دارد و مسئولیت شما این است که از این تحصیل نه فقط برای خود بلکه به نفع دیگران نیز استفاده کنید. البته مهم است که شما یک زندگی با کیفیت داشته باشید. مهم است که خانه و ماشین خوب داشته باشید، اما وقتی که ماشین لوکس سوم یا چهارمین خانه خود را خریداری می کنید، از خطی عبور می کنید که از ظرفیت خود برای خودشیفتگی استفاده می کنید و منافع دیگران را فراموش کرده اید. بنابراین من به آنها می گویم که اول در این مورد فکر کنید، دوم به جماعت خدمت کنید. از فرصت‌هایی مانند نذرانه وقت و دانش و خدمات والانتری در مؤسسات دریغ نکنید. اینها فرصت‌های فوق‌العاده است که نه تنها از اندوخته خود خرج نمی‌کنید، بلکه طبق سخنرانی حاضر امام در پارلمان کانادا مسیری است که خود را تقویت کنید. بنابراین توصیه من این است که به این موارد فکر کنید که چگونه از دانش خود با روش‌های مختلف برای منفعت دیگران استفاده کنید. اینها ایده‌های مهمی است که سریع به خاطرم می‌آید که فکر می‌کنم که اعضای جوان جماعت باید آنها را به خاطر بسپارند. جناب دکتر ایبو، از شما سپاسگزارم که وقت خود را در اختیار ما قرار دادید و دانش و تجربه گرانبهای خود را با ما شریک شدید. امیدوارم که این قسمت برنامه را پسندیده باشید. حال شما را به دیدن بخش بعدی برنامه دعوت می‌کنم.
که در این برنامه با هم ما را همراهی کردید سپاسگزارم و امیدوارم که این برنامه مورد پسند شما واقع شده باشد. ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و دیدگاه‌های شما در مورد این برنامه هستیم. همچنین اگر مایل به همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله بخش‌های فرهنگی، هنری و اجرای برنامه هستید، با ما تماس بگیرید. برای ارسال نظرات خود لطفاً به وبسایت اسماعیلی مراجعه کنید. امیدوارم با خانواده‌هایتان در هر نقطه‌ای از جهان که هستید در پناه حق سلامت و تندرست باشید. تا دیداری دوباره، یا علی مدد و خدا نگهدار.